محیط مصر. موج جدیدی از تظاهرات دانشجویی و به آتش کشیدن عکس‌های خمینی، خامنه‌ای و احمدی نژاد در ایران. سان فرانسیسکو کرونیکل، آمریکا. موج تظاهرات در دانشگاه‌های سراسر ایران. نیویورک تایمز، آمریکا. ایران تظاهرکنندگان را به اقدامات سختگیرانه‌تر تهدید کرد. اورشلیم پست، اسرائیل. ایران اکنون قادر است بمب اتمی تولید کند. و ایران و کره شمالی در مورد دشمنان مشترک مبادله اطلاعات می‌کنند. دویچه وله، آلمان. ترکیه حاضر به حمایت از تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران نیست. مرکز اطلاعات کامپیوتری چین. وزیر خارجه مصر گفت ایران باید اعتماد جامعه بین‌المللی را کسب کند. المستقبل، لبنان. واشنگتن می‌گوید تحریم‌ها علیه ایران ضد منافع چین نبوده و قیمت نفت را هم افزایش نمی‌دهد. القنات، لبنان. ایران به خانواده‌های کشته شدگان هوتی در یمن حقوق ماهانه می‌دهد. آفتاب، چاپ تهران. ششمین تذکر انتخاباتی آیت الله مکارم شیرازی. در سایر کشورها حتی به اقلیت‌های 2 یا 3 میلیونی توجه می‌شود و با آنها مذاکره می‌کنند. رئیس قوه قضاییه: مردم باید کارها را ببینند، نه شعارها و مصاحبه‌ها را. و نماینده حامی دولت: روسیه پلید دشمن ایران است. کیهان، چاپ تهران. گزارش خبرنگاران کیهان از ناکامی پیاده نظام آمریکا در ایستگاه آخر. پاسخ پشیمان کننده دانشجویان به فتنه‌گران در 16 آذر. احمدی نژاد میگوید امیدواریم موانع اجرای لایحه یارانه ها برطرف شود. و نخستین محموله واکسن آنفولانزا برای کنترل کیفی وارد کشور شد. اعتماد، چاپ تهران. گزارش مراسم روز 16 آذر. مهدی کروبی میگوید من، خاتمی و موسوی کماکان پایبند به خط امام هستیم. و بررسی دوباره ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده در مجلس. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.